من از بسیار افراد این سوال را دریافت کردم. رسانه ها چه نقشی در جامعه ما دارند؟ باید گفت که دانشمندان نقش های بسیار زیادی برای رسانه ها قائلند. و قسمی که قبلا درباره استعاره صحبت کردیم، می خواهم به شما پاسخ های احتمالی مختلفی را از طریق بحث پیرامون برخی استعاره های مشهور که در هنگام گفتگو بر سر نقش رسانه ها در جامعه مطرح می گردد، ارائه کنم. یک استعاره و بحث معروف که همیشه مطرح می شود این است که رسانه پنجره است که از طریق آن جهان بزرگتر را می بینیم. و رسانه این امکان را به ما می دهد که جهان فراتر از تجارب خود را مشاهده کنیم. استعاره ها اطلاعات بسیار فراوانی در خود دارند که ظاهراً در پشت یک مفهوم ساده پنهان شده اند. برای نمونه، یک استعاره مشابه اما متفاوت این است که رسانه مانند آینه است. و آینه مانند یک پنجره به این واقعیت اشاره دارد که رسانه ها افق دید ما را گسترش می دهند. من هرگز به قطب شمال سفر نکردم، اما هنوز مستندها و فیلمهایی را نگاه می کنم که تصویری از آنجا برایم ارائه می کنند. اما استعاره آینه امکان تحریف این باستاب را ارائه می کند. روشن است که تصویری که رسانه ها برایم نشان می دهند واقعیت دقیق درباره قطب شمال نیست، بلکه در واقع تصویر نامکمل و تحریف شده از آن است. آنها دست به انتخاب های زدند و صرف نظر از این که یک دوربین 24 ساعته تصویر برداری کرده باشد، ما فقط بخش های از قطب شمال را می بینیم، یعنی بخشی از واقعیت را برای ما به تصویر می کشند. از این رو به جای آینه، دانشمندان گاه از استعاره آینه لکدار یا شکسته استفاده می کنند تا نشان دهند که این تصویر بازتاب تمام واقعیت نیست. پژوهش های فراوان پیرامون این روندهای انتخاب و این که چه چیزی باعث جلب توجه می شود یا نمی شود صورت گرفته است. شاید به یاد داشته باشید که ما این نوع مطالعات را به نام نگهبان یا دروازه‌بان خواندیم و این روش هر رسانه را به عنوان یک دروازه‌بان می‌بیند. برخی از مطالب را متوقف می‌کند و مورد دیگر را از طریق دروازه عبور می‌دهد. بنابراین این استعاره دیگری است که مرتباً از آن استفاده می‌کنیم. مقایسه مشابه می‌تواند استعاره فیلتر باشد که اساساً همان را نشان می‌دهد. رسانه‌ها تنها بخشی از واقعیت را به ما نشان می‌دهند. برخی از رویکردهای نظری حتی فراتر از این هم پیش می روند. آنها ادعا می کنند که رسانه ها واقعیت جعلی را به ما نشان می دهند و حقیقت را از ما پنهان می کنند. مکتب فرانکفورت را به خاطر بسپارید. دانشمندان این مکتب فکر استدلال می کنند که فرهنگ جمعی به وسیله قدرت های ایجاد می شود که توده ها را نادان و ناآگاه نگه می دارد و ذهن آنها را از شورش باز می دارد. رسانه ها در این نظریه برای مردم به عنوان تریاک عمل می کنند. آنها ما را آرام و خاموش نگه می دارند. حواس ما را پرت می کنند و با سرگرمی های غیر تفکر برانگیز و روزنامه نگاری محرمانه ما را راضی می کنند. مثلا هنگامی که سزارها با بازی های رایگان گلادیاتوری جمعیت ناتوان را از قیام در برابر نخبگان باز می داشتند، نمایش های تئاتر نشانگر وضعیت رسانه ها است و این نوع نظریات نیز به عنوان صفحه نمایش عمل می کنند. آنها مانع نشان دادن این امر است که واقعیت ساختگی، تسکین دهنده و غیر تفکر برانگیز در رسانه ها وجود دارد. می توان به پروپاگاندای جنگ جهانی اول نگاه کرد. حتی وقتی آلمان به وضوح داشت در جنگ می باخت، وانمود می کرد که همچنان پیروز جنگ است. شکست ها را در خبرها نادیده می گرفت و اساسا تصویر کاملا نادرست از جنگ نشان می داد. بکنون که درباره تبلیغات و پروپاگاندا صحبت میکنیم، استعاره دیگری که اغلب مورد استفاده قرار میگیرد مقایسه سوزن هایپودرمیک یا گلوله جادویی است. مراجعه به رسانه به عنوان وسیله برای ترغیب، تزریق یا هدف قرار دادن مخاطب با پیامهایی است که هیچ دفاعی در برابر آنها از خود ندارند. این پیامها باعث ایجاد تاثیرات فوری میشوند. متقاعد کنندگان البته همیشه به دنبال کلیدهای جادویی اقناع برای دستکاری و کنترل هستند. در این نظریه ها روزنامه‌نگاران انتقاد نسبت به دولت ها و شرکت های بزرگ ندارند. اصولا رسانه ها سازنده و بخشی از نخبگان هستند.